وقت شما بخیر. پنج شنبه هست، 15 عقرب که برابر میشه با 5 نوامبر. سرخط خبرها. بی سرنوشت شدن روند صلح در صورت پیروزی بایدن. قرارداد را که آقای خلیزاد امرایشان در دوحه امضا کرده بود توسط بایدن تایید میشه یا نی؟ تأکید پاکستان و اتحادیه اروپا با کاهش خشونت ها در افغانستان. طالبان میخواهند در میز مذاکره امتیاز بگیرند. حکایت های تلخ دانشجویان از حمله به دانشگاه کابل. ادامه رأی شماری در آمریکا و پیشتاز بودن بایدن. و سپردن بودجه ملی سال 1400 به شورای ملی. وقت شما بخیر، خوش آمدید. با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، مذاکرات صلح افغانستان در حالت ابهام و احتمالاً متوقف خواهد شد. در آستانه پیروزی آقای بایدن، برخی ها باور دارند که تایید یا رد توافقنامه صلح آمریکا با طالبان از سوی جو بایدن سرنوشت جنگ و صلح افغانستان را روشن خواهد کرد، اما به باور بسیاری ها بایدن هم به خروج بخشی از نظامیان آمریکایی از افغانستان رأی خواهد داد. نکل آنها. بایسید. آمریکا در آستانه یک تحول تاریخی، جو بایدن نامزد دموکرات ها با بیشترین رأی کالج انتخاباتی در چند قدمی رفتن به کاخ سفید قرار دارد. دونالد ترامپ اما عقب افتاده است. برد بایدن برای افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ برای همپیمان راهبردی آمریکا که ترامپ گفتگوهای صلح را برایش کلید زد. اگر بایدن ببره، طالبان منتظر می باشند که قرارداد را که آقای خلیزاد امرایشان در دوحه امضا کرده بود توسط بایدن تایید میشه یا نی؟ و ای امکان داره که تا 2 ماه را بگیره جنگ ادامه میفته. به هر دو صورت متاسفانه فعلا جنگ ادامه میفته. بایدن کمتر درباره افغانستان حرف زده. آن هم روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توافق دارد. اما چشم اندازش برای جنگ و صلح افغانستان چندان روشن نیست. با برده او در انتخابات آمریکا توقف مذاکرات صلح و ماندن بخش کوچک از نظامیان آمریکایی در افغانستان هنوز هم متصور گفته می شود. هر یو د شوسی د افغانستان د سولی پر وستل کی افغانستان کی یو دایمي سولی همکاری وکي تر څو چې افغانستان د دې جنجال نه خلاصي او دوی هم د افغانستان د همیشه چې په افغانستان په جنجال کې دي دیم خلاصي او موږ هم خلاصو او یو دایمي سولی په افغانستان کې راسي. اما برای پیشرفت در روند صلح افغانستان شاید زمان زیادی نیاز باشد، چرا که گفته می شود برای جو بایدن اولویت رسیدگی به چالش های داخلی آمریکایی هاست، بعد کشورهای کلان همپیمان آمریکا و بعد شاید افغانستان. انتظار دولت اما این است که مذاکرات صلح ادامه یابد و بحران جنگ با فرصت فعلی پایان یابد. همه دولت و ملت افغانستان روی مسئله صلح کار میکنیم و این انتظار داریم که واقعا این بحران در کشور ما و شما خاتمه پیدا کنه. از احتمال تغییر سیاست خارجی آمریکا با پاکستان و آمریکا که در همسایگی افغانستان قرار دارند نیز سخن زده می شود. تغییری که بی اثر بر جنگ و صلح افغانستان پنداشته نمی شود. سازمان همکاری های اسلامی، اتحادیه اروپا و پاکستان بر کاهش خشونت در افغانستان در جریان گفتگوهای صلح تاکید کردند. اتحادیه اروپا و پاکستان در یک اعلامیه مشترک میگویند که ادامه جنگ در افغانستان با خواسته های منطقه‌ای برای برقراری صلح در این کشور سازگار نیست. همزمان رئیس هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان حمله اخیر بر دانشگاه کابل را وحشتناک و مخالف روند جاری صلح می‌داند. شاپور فرحمند. در حالی که شدت جنگ و حمله های انفجاری در بسیاری از بخش های کشور گسترش یافته است، اتحادیه اروپا و پاکستان در اعلامیه افزایش خشونت ها در افغانستان را مخالف خواسته های منطقه برای برقراری صلح در افغانستان می داند.
این اعلامیه در پایان نشست مجازی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه پاکستان نشر شده است. دلیل افزایش حملاتی است که طالبان میخواهند در میز مذاکره امتیاز بگیرند. بحث دومی است که ما متاسفانه که یک مدیریت قوی برای نهادهای امنیتی نداشتیم و نداریم. از سوی دیگر، رئیس هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه افزایش درگیری ها و حمله های اخیر را مخالف روند جاری صلح می داند. دیده وحشت و مقابل که دست الفاظ وجود نداری سرای پرده باندی در ذکر رئیسی. آنچه که ما امروز ضرورت و نیاز داریم، نیاز ما به یک صلح عادلانه. همزمان سازمان همکاری های اسلامی نیز ادامه جنگ و تلفات برخواسته از آن در افغانستان را نگران کننده می داند و بر تفاهم زودهنگام میان طرف ها در افغانستان تاکید دارد. امروز یک مرحله تاریخی و یک فرصت بزرگ برای تامین صلح دائمدار پایدار برای افغانستان با وجود آمد. دامنه خشونت ها در افغانستان در حال گسترش یافته است که با گذشت نزدیک به دو ماه هیئت های مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در دوحه موفق به نهایی سازی طرز العمل مذاکرات رسمی صلح نشده. با گذشت 4 روز از حمله مرگبار بر دانشگاه کابل، حکومت میگوید بررسی ها درباره این حمله نهایی نیست و اینکه چه کسانی در جلوگیری از این فاجعه ناتوان مانده اند نیز مشخص نشده. امرالله صالحی معاون نخست رئیس جمهور همچنان دستور رهایی 13 تن از ماموران پلیس را داده که در پیوند به این حمله بازداشت شده بودند و تاکید کرده که دستگاه امنیتی کابل نیاز جدی و بازنگری دارد. بازم فرهمند. 4 روز پس از حمله، وحشت هنوز از فضای دانشگاه برچیده نشده است. دانشجویانی که از این حمله زنده ماندند اکنون به صنف‌هایشان خیره ماندند. تمامی پرسش‌ها درباره چگونگی وقوع این حمله و اینکه مهاجمان چگونه وارد دانشگاه شدند بی پاسخ ماندند. حکومت گفته که بررسی‌ها در این باره تکمیل نشده است. نهادهای زیربط تحقیقات انجام بدن. مجرم ما از شما خواهش میکنیم که مسئولیت یک جای شدن و تطبیق این گزارش‌ها را به عهده بگیرید. همزمان امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری بازداشت 13 سرباز پلیس زیر نام غفلت وظیفه‌ای در پیوند به این حمله را بی‌معنا دانسته و دستور رهایی آنان را داده است. آقای صالح گفته که دستگاه امنیتی کابل نیاز جدی به بازنگری دارد و این رویداد باید در سطح کلانتر مشیگافی شود. نیاز به تحقیق و جستجوی بسیار فراوان دارد تا دهی بابت زیاد پژوهش صورت بگیرد. اینجا هم نخستین نشست خبری وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه کابل پس از حمله. حرف از برگشتاندن امنیت روانی برای دانشجویان. تلفن های از اون از جیبشان بیرون شده بود، دو زنگا می آمد از فامیلایشان. کس پدرش بر زنگ می زد، کس مادرش بر زنگ می زد و ما نمی تانستیم که این تلفن ها را چی جواب بدیم. 19 نفر ما شهید داشتیم که یک نفر از این از کارمندان پوانتون کابل بوده و متبقی مسئولین عزیز ما. گلیم غم این قربانیان هنوز در خانه ها هموار است. از جمله در خانه پدر و مادر مرزی 21 ساله که صنف 4 دانشکده پلیسی آمه بود. میخواستیم ما جشن فراغت از این تجلیل کنیم، مگم بدبختانه ما به جشن فراغت ابدیتی را تسلیم کردیم. حمله مرگبار روز دوشنبه بر دانشگاه کابل که جان 22 تن که بیشترشان دانشجو بودند را گرفت و حدود 40 تن دیگر را زخمی ساخت. حکومت این حمله را کار شبکه حقانی شاخه طالبان می داند. اما طالبان دست داشتنشان در این حمله را رد کردند. دانشجویانی که از حمله مهاجمان به دانشگاه کابل جان سالم به در برده اند، حکایت های دردناکی از جان باختن همصنفانشان دارند. دانشجویان نجات یافته در یکی از صنف ها می گویند که دو همصنفیشان هنگامی با گلوله از سوی مهاجمان کشته شدند که یکی به دلیل کوتاهی قد نتوانست خود را از کلکین پرتاب کند و دیگری به جای فرار از ترس مهاجمان خود را زیر یکی از چوکی ها پنهان کرده بود. دیانا سمدی.
حمله مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل روایت های جانسوز را به جا مانده است. سجاد حکایت می کند که پس از حمله مهاجمان در صنفشان همه فرار کردند و جز زیبا و حسنیه. هنگامی که همه از این کلیپین ها فرار می کردند، زیبا به دلیل کوتاهی قد نتوانست از پنجره صنف خود را پرتاب کند. بار دیگر تلاش کرد تا با کمک چوکی فرار کند، اما آن هنگام دیر شده بود و مهاجمان 5 گلوله به بدنش شلیک کردند. حسنیه هم که در این صنف جان باخت، خود را در زیر یکی از چوکی ها جا زده بود، اما مهاجمان او را دیدند و برگوار بستند. بچه فقط فریاد کرد، گفت بانیم که اول دخترها برد. دیدیم که وضعیت خیلی وخیمه، صدای تیراندازی به حد بلنده که در او فکر مونیم ما را میزنه و حتی خیلی در او کلمه خود خواند، گفت اشهد ان لا امقه گفت. در اینجا کفش ها، کتابچه ها و لباس های پاره حکایت از درد و شدت این حمله بر دانشجویان این دانشکده می کند. حمله ای که در فکر و روان بسیاری از دانشجویان حک شده است، اما می گویند به درس هایشان ادامه می دهند. اصلا بعد از اینکه انفجار صورت گرفت بسیار دلم شکسته بود. یعنی تصور نمیکردم که من دیگه قدر جرأت داشته باشم که قدم بر روی دانشگاه بگذارم و در این صنف استاج دوباره بیایم. شمار دانشجویان در دانشگاه اندک است و تنها در برخی از دانشکده ها حضور دانشجویان دیده می شود و شمار دانشجویان هم که به دانشگاه آمدند با چشمان پر از اشک به سوی این مرکز آموزش های حقوقی نگاه می کنند. شاید در سر صدای فکر کنیم که باز دوباره حمله شد، دیگه قسم نرمال فکر نمی کنم که درس بخوانیم. امید برای درس خواندن برای محصولان در آینده اینجا وجود ندارد. پس از حمله مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل، بسیاری از دانشجویان این دانشگاه از لحاظ روحی آسیب دیدند. میگویند برایشان دشوار است که به صنف‌های درسیشان بیایند و دوباره درس‌هایشان را اثر گیرند. منابع در اروزگان میگویند که فرماندهی پلیس ولسوالی گیزاب این ولایت به دست طالبان افتاده و گفته این منابع فرمانده پلیس این ولسوالی و مسئولان قطعه 444 به کمپ ارتش رفته و محاصرند. اما سخنگوی والی اروزگان میگوید که در گیزاب و دهراود جنگ جریان دارد اما ساختمان دولتی سقوط نکرده. وزارت دفاع ملی میگوید که آمریکا 450 تن که هاموی 80 میلیون مرمی، تعداد زیادی از دوربین های شبین و برخی دیگر از تجهیزات جنگی را به ارتش افغانستان سپرد. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افزایش کمک ها و همکاری های ناتو و آمریکا و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را میگوید که ادامه دارد. شماره از اعضای حرکت انقلاب اسلامی و عالمان دینی در سرپال حکومت را در تامین امنیت، مبارزه با فساد و حکومت داری خوب مورد انتقاد قرار دادن. آنان میگویند که حکومت در تامین امنیت مردم ناکام است. باید در این مورد اصلاحات جدی به میان آید و مسئولان حکومتی مسئولیت خود را انجام بدهند. آنان میافزایند که اگر حکومت در این موارد بی توجه باشد، فاصله مردم با دولت زیاد خواهد شد. دست کم 13 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. این خبر را در آریانا نیوز دنبال کنید در آریانا وقفه. و گفته این معاون دوم رئیس جمهور در این میان روستاهای افغانستان بیشترین آسیب پذیری را دارند. سازمان غذایی جهان بر همکاری با دولت افغانستان در زمینه مبارزه با فقر تاکید میکند. سمی جهش. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور که اکنون مسئولیت تامین امنیت پایتخت را بر دوش گرفته است، در یادداشت صبحگاهیش بر روز پنجشنبه نگاشته است که در 24 ساعت گذشته کابل شاهد 2 رویداد هراس افگنانه بود و هیچ واقعه جنایی در شهر ثبت نشده است. اما این تکسیران میگوید که بر روز چهارشنبه 2 فرد وی را به کرایه از پل سرخ به 40 ستون بردند و هنگامی که به تکنیکی این منطقه رسیدند با گلوله به پایش زدند و موترش را با خود بردند. پیران شخصی در جانشان بود، از زیرای ازاربندشان تفنگچه را کشید در دوش. یکیش در روی مار کرد، دیگهش دفتان در پات مکدمر میزد. مار از سید کشید بیرون انداخت، خودشان رفت.
عزیز الله میگوید هر چند به حوزه هفتم امنیتی چند بار مراجعه کرده است، اما تا اکنون عامل این رویداد بازداشت نشده است. وی از حکومت میخواهد به جای خاک زدن به چشم مردم وارد عمل شده و جرایم جنایی را کاهش دهد. یک 20 دقیقه بود پلیس اونمجا در محل حادثه رسیدن، در شفاخانه نجات چلستون ازارات ما را گرفتن، در ارتباط واقعه موضوع را پرسان کردن. برخی ها در پایتخت به این باور هستند که تلاش های آقای سالی نتیجه داده است، اما تبلیغات آن بیشتر از حقیقت است. خلق دلاری یا در نحیه و دیدین آقا اختطافون یا بلفر سرقتون او دیدی که یا لس پیسه در پینزه لس پیسه در کمی را اقلی و سفر شوی نبی. به تازگی رئیس جمهور به معاون نخست خود وظیفه داده است تا امنیت را در شهر کابل برگرداند، اما در روزهای پسین نزدیک به 10 رویداد جنایی در پایتخت به ثبت رسیده است. آنچه خواهید دید. ادامه رای شماری در چند ایالت آمریکا. پیشتاز بودن جو بایدن در این انتخابات. به این بخشم خوش آمد. 4 ایالت کلیدی باقی مانده آمریکا نتیجه انتخابات این کشور را تعیین خواهد کرد. شمارش آرای 4 ایالت نوادا، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و جورجیا ادامه دارد و با تکمیل شدن آن نتیجه انتخابات هم معلوم خواهد شد. بیشتر در این گزارش. هرچند که 2 روز از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میگذرد، اما هر دو رقیب برای اعلام پیروزی قطعی در انتظار رأی 4 ایالت کلیدی در این کشور هستند. ایالت های کارولینیای شمالی، پنسیلوانیا، جورجینیا و نوادا از ایالت هایی هستند که قرار است سرنوشت این دو رقیب را تعیین کند. ترامپ که در چند ایالت ایالات متحده آمریکا از رقیبش شکست خورده است، شکایت های علیه بایدن ثبت کرده است. اگر هر یک از جمهوری خواهان می توانستن این صندوق های رای را ببینن، واقعا نگران می شدن. وجود تقلم ما را نگران ساخته است. آمارهای کلی تا کنون جو بایدن را پیروز انتخابات می داند، اما هیچ یک از دو نامزد به 270 رای الکترال نرسیده است. آرا در ایالت پنسیلوانیا هم نزدیک است، هرچند آقای ترامپ در این ایالت پیش است، اما با توجه به اینکه هنوز چند صد هزار رای پستی باید شمارش شود، ممکن است این نتیجه عوض شود. من فکر میکنم کسی که مستحق کرسی ریاست جمهوری است باید به او برسد. مهم این است که انتقال به گونه صلح‌آمیز صورت گیرد. من فکر میکنم این تقسیمی که صورت میگیرد و این اختلاف هایی که بر سر برنده شدن به میان آمده دیوانه کننده است. در حالی که 2 نامزد برای کسب آرا در سیستم کالج الکترال می جنگد، آقای بایدن با کسب 50% آرای عمومی 2.5 میلیون رای بیش از رقیب به دست آورده است. هیلاری کلینتون در سال 2016 تقریبا 3 میلیون رای بیش از آقای ترامپ به دست آورده بود، اما انتخابات را باخت. سپردن بودجه ملی سال 1400 به شورای ملی را در بخش دیگر بینند. به این بخش هم خوش آمدید. بودجه سال مالی 1400 پس از تصویب از شورای وزیران و تایید رئیس جمهور به شورای ملی فرستاده شد. وزارت مالیه میگوید که بودجه سال آینده بیش از 452 میلیارد افغانی است. به گفته مسئولان در این وزارت بودجه سال مالی 1400 به اساس نیازمندی ها تنظیم شده. مسئولان در وزارت مالیه میگویند که بودجه سال مالی 1400 بالغ بر 4526 میلیارد افغانی است. از این میان 156 میلیارد آن بودجه توسعه‌ای و 296 میلیارد آن بودجه عادی است. وزارت مالیه میگوید که بودجه مذکور از سوی شورای وزیران تصویب شده و پس از تایید رئیس جمهور به شورای ملی فرستاده شده است. مجموع بودجه سال 1400 452.6 میلیارد افغانی است تخمین شده که از این میان بودجه عادی 296 میلیارد افغانی بوده که حدود 65% بودجه ملی افغانستان در بر میگیره و بودجه انکشافی با رقم 156 میلیارد افغانی در حدود 35% بودجه ملی را تشکیل میده.
معین وزارت مالیه میگوید که در این بودجه به پروژه های اساسی توجه شده است که میتواند در کوتاه مدت برای افغانستان عواید بیاورد. در این بودجه بیشتر به بخش های مدیریت آب و بندها، اتصال منطقه استخراج معادن توجه شده است. الویتونم چه در اتلونکی کال دی در بخش مدیریت آبی ما 8 میلیارد افغانی را اختصاص دادیم که در اونجا بند بخش آباد، بند مچلغو و همچنان کارهای که تکمیل می شود در سالهای آینده بند کمالخان و بند پاشدان است. مسئولان در وزارت مالیه می گویند که 70% بودجه عادی سال گذشته و 55% بودجه انکشافی به مصرف رسیده است که تا اخیر سال مالی این رقم افزایش خواهد یافت. بهای ارزها یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 89 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 476 افغانی و 1000 کلدار هندی 1040 افغانی. پس از رفت و برگشت، پایان رقابت‌های هندبال، پیروزی تیم‌های هندبال بانوان و آقایان پایتخت. چند رویداد کوتاه ورزشی. تیم هندبال بانوان و آقایان پایتخت فاتح رقابت‌های گزینشی تیم ملی شدند. هندبالران بانوی شهر کابل در دیدار نهایی 13-12 تیم هندبال مهاجرین افغان مقیم ایران را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در بازی نهایی بخش آقایان نیز نماینده کابل 33-26 تیم هندبال ننگرها را از پیش رو برداشت و به جام قهرمانی رسید. سطح مسابقات خیلی بالا بود که خوشبختانه ما تونستیم که تیم مهاجرین هم دعوت کنیم. اونها خیلیشون بازیشون عالی بود. سطح مسابقات بسیار بلند بود. ما بسیار خوشحال هستیم که تونستیم مقام اول را بگیریم. در پایان چهره های برتر در تیم های ملی بانوان و آقایان هندبال کشور برگزیده شدند. 18 ورزشکارای تیم ملی را ما انتخاب میکنیم بر تیم ملی که این دفعه بسیار چهره های خوبتر و بسیار ورزشکارای قوی را شاید ما انتخاب کنیم و این دفعه برای تیم ملی خود. رقابت های گزینشی تیم های ملی هندبال بانوان و آقایان با حضور 240 ورزشکار به شمول ورزشکاران مهاجرین افغان مقیم ایران از 12 روز به این سو به میزبانی کابل برگزار شده بود. این پیکارها در حال برگزار شد که تیم ملی هندبال آقایان کشور در سال 2021 میلادی رقابت های آسیایی تایلند را در پیش دارد. در پایان دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، دورتموند 3-0 کلوب بروژ را شکست داد و با 6 امتیاز صدرنشین گروه اف شد. در دیگر بازی‌های حساس چلسی 3-0 رن را از پیش رو برداشت، بارسلونا 2-1 دینامو کیف را در هم کوبید، یوونتوس 4-1 فرانس واروش را شکست داد، منچستر یونایتد 2-1 مغلوب باشاک شهیر شد و لایپزیگ نیز با همین نتیجه 2-1 از صدر پاریس سن ژرمن گذشت. وضعیت هوای فردا. ممنون از همراهیتان در آریانا.